با نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و درود خدمت تمام دوستان بیننده ما و همچنان مهمان عزیزی به برنامه ما جناب آقای عاقلی صاحب. امیدوار هستم که در سر تا سر دنیا همگی صحتمند، خوشحال و پر از انرژی باشین. دوستان عزیز، امروز یک شنبه 11 سپتامبر سال 2022 میلادی می باشه و مطابق پیش بینی ریاست هواشناسی افغانستان، امروز ما در جغری شاهد هوای کاملا آفتابی، پاک و مطبوع هستیم. و خوشبختانه بعد از مدت ها دوست عزیز ما، همکار عزیز ما جناب آقای عاقلی صاحب که یک سفر بسیار موفقیت آمیز را، یک سفر بسیار پر افتخار را بر مردم عزیز ما و شما داشتن، بر خودشان ما تبریک میگیم. ان شاء الله بسیار زیاد خوش آمدین دوباره به جاغوری. و امروز امرای آقای عاقلی صاحب آمدیم در سر بند گلی انگوری و همچنان پارک تفریحی جرم، و امروز میخواهیم که صحبت داشته باشیم در مورد پلان ها، برنامه ها و همچنان وضعیت بند گلی انگوری. که آقای عاقلی صاحب را به برنامه بسیار زیاد خوش آمدید میگیم. آقای عاقلی صاحب، در قدم اول امی بعضی بیننده ها شما رو نمیشناسه، یک مختصر معرفی کنین، در بخش دوم بگین که در میتول یک ماه یک نیم ماه شما کجا بودین، و در بخش سوم در مورد وضعیت بنده که شما چگونه ارزیابی مونین، بررسی کردین، و همچنان در مورد پلان ها و برنامه های که همکارای ما شما داره بگین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمام بینندگان تمدن جغری و همچنان شما آقای فرهاد کریمی. واقعا افتخار است که امروز در حضور شما قرار دارم و در خدمت بینندگان شما. من غلام سخی عاقلی هستم، مؤسس لیسه و کودکستان های خصوصی کیان و همچنین مسئول عمومی بند گلی انگوری. از یک شما سوال ها را که از من پرسیدین، یک به یک من جواب داده بتانم و جواب بدم. اینست که پارسال بند گلی، پیرار سال بعد از اینکه کرونا جامعه را فرا گرفت و همه به تعطیلی رفت، ما از او تعطیلی استفاده کردیم، آمدیم فاز دوم بند گلی را با همکاری دوستا و به حمایت خوبی مردم عزیز ما، خیرین ما در سر تا سر دنیا، ما آمدیم فاز دوم بند گلی را که عبارت از تحکیم دو بند و خاکبرداری بسیار عظیم سمت شرق بند بود، ما آمدیم میره با حمایت خیرین ما آمدیم این کار شروع کردیم. اما بنابر مشکلات ها و مچالش هایی که در سالهای گذشته موجود بود و خشکسالی که جامعه فرا گرفته بود، ما نتانستیم این کار ادامه بدیم و کار من به زمانی که موکل شد که ما حداقل زمینه فراهم شود. خب ما در طول دو ماه گذشته شما سوال کردین، من یک سفر به ایران داشتم و بعد از ایران به نیپال داشتم که در اونجا یک کنفرانس بسیار علمی بود و یک رقابت بسیار علمی بود که خوشبختانه من تانستم که به عنوان 100 شخصیت تاثیرگذار از طرف مجله فاکس نیوز و زی نیوز هندوستان انتخاب شوم و این افتخار را به مردم عزیز ما تبریک میکنم، تقدیم میکنم، و همچنان به عنوان 3 بهترین ایژوکیشنیست رقابت گلوبال چینج میکرز اوارد که در نپال برگزار شده بود، به عنوان 3 بهترین در اونجا انتخاب شدیم و با اینمی دستاورت ها آمدیم خدمت مردم. و در طول از یک سفری که ما داشتم، دستاورت ها رو مکلان از طریق فیسبوک خود مردم تقدیم کردم. لحاظا در زمانی که اینجا سیل صورت می گرفت و سیل آمد، این 16 بار این بند سیل را تجربه کرد، سیل بسیار عظیم و خطرناک را که هیچ سابقه ای نداشت. دوستا هر بندی ممکنه یک سری سرگاه های کوتاه و کوچیک داشته باشه، اما باید داشته باشیم که بند گلی انگوری سرمنشهش از کوهی که او طرفش مجریه و این طرفش بادرزاره، از اونجا سیلابش به این سرازیر میشه. سمت شمال شرقش او طرف تبقوس و سنگشانده و این طرفش آبریزش به انگوریه، به امی بند گلیه. او طرف سمت شرقش اگر ما به این ببینیم، سمت شرق او طرف بل بند اشکه و بل منطقه اشکه و دومویه، اما این طرفش کامل بر بند انگوریه. یعنی قسمت شما اگر مشاهده بکنین منطقه قل دولت و بابل و این طرف و طرف لخک و او طرف کاملا سر آبریزش بل زی بنده. یعنی که حجم بسیار عظیمی، این امکان پذیر نبود که قدر ریگ را ما اینجا شاهد نباشیم. آنچه لطف بزرگ خداوند و آنچه که برکت
کار خیرین و تیم یکی بند بسیار با قوی و استحکام، چی در فاز اول که آیا ایداری مسئولیتش را به عهده داشت و پیش برده و چی در فاز دوم که ما همراه تیم مایر کار کردیم، بند از لحاظ استحکام بسیار قوی کار شده که انشالله شما میبینین هیچ گناه آسیبی متوجه بند نبوده. ریگ آورده، ریگ ما بسیار برنامه خوبی داریم که انشالله در او توضیح خواد دادیم. ما بند را پاکاری خواد کردیم انشالله را. با این همه مسئولیت هایی که ما داریم خود را مسئول احساس نیم، ما مسئولیم در قبال جامعه، فرق نمی کنه جامعه کجا باشه. ما در چندین بند که دوستان می سازن همکاری داریم انشالله را، با حمایت خوبان، با حمایت خیرین، قطعا جای مناطق ما نیازمندی همچین بندهای آبگردان است که تا ما بتانیم آبهای سطحی را جمع کنیم، آبهای فصلی را جمع کنیم که تا آبهای زیرزمینی ما نهایت استفاده نشود. شما میبینین که امروز همه در اقصا نقاط تجاوری به خصوص افتادن به چاو چاکنی. خب اگر احیانا یک بندی در شبیه زیبا شد در هر قسمت، خب قطعا آب زیرزمینی تا او قصد پایین نموره که اونا مجبور شوند بند را بیاین چا بکنن. لک ها هزینه هر چا میشه، ولی اگر ما بیاییم امور به صورت اصولی سر بنده مصرف کنیم، قطعا میتونیم یک نتیجه بسیار خوب و عالی را ما از بنده داشته باشیم. قابل یادآوری میدانم آقای کریمی عزیز ایسته که شما اگر به صورت مقایسوی بیاییم بررسی بکنیم، متضررترین بند نمی بند گلی انگوری بود. چرا؟ چون در یک مرکزیت از این آوه قرار داره و شما می بینین که از بدرزار که نموت رقم آ سرازیر می شده برای ازی 16 بار سیل را تجربه کرد که حتی با وسعتی که بند داره، یعنی بالاتر از 2 متر از بالا ازی بند آو سیل فرو می رختن پایین می آمد. از او خاطر است که ما دور از انتظار نمیدانستیم، حتی پیش بینی میشد که خدای نخواسته خود بند، اما بند ثابت شد برای ما که چقدر با کیفیت ساخته شده، چقدر معیاری ساخته شده، هیچ گونه مشکلات انشالله در خود بند به وجود نماده. چیزی که مشکلی که فعلا علی موضوع ریگ آوردنشه که ریگ یک بخشی را اومده ریگ پر کرده، بسیار با آسانی قابل حل است و ما تدابیر برای ازو از قبل سنجیده بودیم، راههایی برای تخلیه در نظر گرفته بودیم و او را انشالله را ما بیشتر توضیح میدیم که شما بینندگان شما کاملا بتونه خاطرش جمع شوه و نگرانیش رفع شوه و اطمینان کامل داشته باشه. تشکر آقای خلیصه. اما تردیم بوری از نزدیک سیل کنی پلانا و برنامه را از نزدیک و امروی دوستا شریک کنین دیگه. بخیر دوستای عزیز، امروی از ما باشیم مورین دبلی بند از نزدیک کردیم. خب دوستای عزیز و بینندگان محترم تمدن جاغوری، به بخش دوم گزارش ما در کنار یک از چشمه‌های بسیار کلان بند گلی انگوری رسیدیم. آقای اقلی صاحب همچنان ما را همراهی میکنه. آقای اقلی صاحب، میشه که در این قسمت بر دوستا و بیننده ها، همراه های عزیز ما، بر مردم عزتمند ما درباره پلان ها و برنامه های خوب بگین که دقیقا نمی روزا شما میخواین که چیز کار شروع کنین، چی برنامه دارین، چی پلان دارین تیم کاریش. کریمی عزیز، میخواییم راجع به برنامه ها شما سوال کردین، اهداف و برنامه ها. ما تصمیم داریم بعد از یک مدت طولانی برنامه ها را شروع کنیم و اولین برنامه تیم همدلی بند گلی انگوری ساخت یک یا 2 ریگ بند است که در موفق یا در بالای از این بند باید ساخته شود و تصمیم داریم که 1-2 ریگ بند در اینجا بسازیم که هم بتونه یک بند فرعی شوه و آب را ذخیره کنه و هم بتونه ریگ که از بالا میاد و ریگ را مهار کنه. این یک سرگاه بسیار کلانی داره، از اون لحاظ نیاز است که یک ریگ بند ساخته شوه. خوشبختانه در طول از این 16 سیلی که از بند گلی انگوری عبور کرد و این بند را آورد مورد هجوم قرار داد، خوشبختانه هیچ گناه آسیب دیوارها ندید، فقط انمی ریگ را آورد بند پر کرد که ما در مرحله اول ساخت نظامی 1 یا 2 ریگ بند را به نظر داریم بنابر ضرورت و بنابر بودجه و همکاری دوستا. آقای خلی صاحب، در مورد اهمیت از این ریگ بند ها بگین که این ریگ بند ها خصوصا انمی پشتر شروع کاسه، قبل از شروع کاسه ما یک سیستم زگزاگی مارپیج داریم، نه؟ بله. که نمی دمی جریانایی که 16 دانه سیل ما توی بند امتحان خیلی خوب را دادن،
اینمی ها خیلی مانی کلان بود در برابر فشار سیل. اینمی بندای کوچیک نمایوی که شما از او صحبت بینین اگر ساخته شوه او میتونه که چقدر آور در خواست ذخیره کنه و همچنان چقدر میتونه که در برابر فشارهای سیلی مقاومت ایجاد کنه؟ با کزینه کم بسیار ما میتونیم بازی که ما دید و سر و سر سرویزی کار بینیم با که بودجه بسیار کم ما میتونیم دو تا بندی حمایوی رو در این جور کنیم که هم به عنوان ریگ بند استفاده شود، ریگ گیر و هم به عنوان یک بند حمایوی استفاده شود. این بسیار مفید است بخاطر که خوشبختانه ساحه بند گلی طوری هست که چندین مارپیج یا گلایی داره و اینا سرعت سیل بسیار میگیره، چندین تنگی اینجا وجود داره و اگر این بند ساخته شود قطعا شاید تا 60% سرعت سیل که از این می عبور میکنه اینمی بند ها میتونه مهار کنه سرعتاش بگیره. خب بند ریگیر هم که قطعا ساخته شد یا بند فرعی هم که این ساخته میشه قطعا ما خروجی استراری زور در نظر میگیریم، همه موارد زور راه تخلیه ریگ شده نظر میگیریم، همه چیز در نظر میگیریم فردا خدا نخواسته باز دچار مشکل یا نقص نشوه ان شاء الله بخیر. همین اود پالیز مو شما یک چشمه خیلی مقبول است ای در این وقت سال انسان فکر کنیم بخیه گیست نه خب اینمی ما بعد از برکت سیل است. البته این قسمت را که شما مشاهده میکنین تا زیر رایی که به طرف لخک میده یعنی تا نزدیک منطقه جرکن گردن در حدود 12-13 تا اینمی چشمه وجود داره. اینمی چشمه که یاد میگنیم قریب 2-3 اینچ آوه و اگر احیانا شرکا یک همکاری بکنه یک همت بکنن اینمی رو صحبه بکنه و اینمی رو به یک دیگه وصل کنه قطعا که ما صحبت میکنیم یک صحبت های تدایی صورت گرفته شرکای از این بند و از این آو به یاری خدا رو در هفته های آینده میه اینمی رو کار شروع میکنه سر از این موضوع اینا رو جربی. آره جربی کنه و اینا رو به یک وصل کنه قطعا 3-4 اینچا و حداقل از هر چشمه از 2-3 اینچا و سرازر میشه که بند میتونه صاحب یک منبع آبی. اینا رو شما سعی کنین اینی که شما ایر میبینین خو هیچ کار سرش صورت نگرفته اونج پایین شما خود را اونج پایین شما برین بخی فشار او قدر زیاد است که او از بین سنگ بر میشه. بازور هم حتما یک شات بگیرین واسه بینندگان عزیز نشان بدین که چقدر میتونه مفید باشه. جناب آقای صاحب گفتین که بخش دوم برنامه شما کسر ریگ برداری است. دقیقا روی از این موضوع یک مقدار وضاحت بدین که در قسمت ریگ برداری که فعلا تشویش عموم مردم اینمی است که ریگا را شما چی رقم برنین از بین از این و تا چی میزان را این ریگا در داخل بند هم در جای گرفته و دقیقا امی بخش دوم پلان شما ریگ برداری است چیگونه بر دوستان خب قشنگ توضیح بدین که نگاران دوستا کم شنه. خب آیه کرمی شما چنانی که در صحنه مشاهده میکنین هر بندی که ایجاد میشه قطعا اینمی امکان در بینش وجود داره خب که احتمال ریگ، احتمال خطر، احتمال شکستن، احتمال بخاطر که امروز بندای بسیار استاندارد در سطح دنیا اگر ببینیم امی احتمالات در بینش در نظر گرفته شده اما بنا به خاطر از این که این بند یک بودجه ثابت نداشت یک برنامه عمومی نبود که به قول چیز قبلا همه چیز پیش بینی شود باره چی خب ما پیش بینی کرده بودیم این موارد را اما این رقم زود و سریع پیش بینی نمکردیم که مثلا پارسال بند جور شد و این سال این حجم از سیل پیشترم گفتم که حدود 16 بار سیل از بین زیان که در تاریخ بی پیش در نبود. تاریخ بی پیش نبود با او سرگاهی که این بند را یعنی شما برین یک دفعه دوستایی که همینجا است ببینین از بدر زار گرفته تا این طرف چوب و لخش منطقه لخشه کایدر و او طرف دامن و جاهای دیگر که هست خب این حجم را برای زی است مرکز تجمع تمام آبها می از اینجا عبور نه خوشبختانه بند بسیار با ثبات
فرستاد شد، امتحان خود پس داد، حتی یک سنگ از این بند کنده نشد، یک جای درز نشد در این مورد، و این یک لطف بزرگ و یک نعمت بسیار بزرگ بخشی از ما و شما که بند آسیب ندیده. این نتیجه زحمات آره. دوستای ما بود. آره. دوستایی که از روز اول در دو بخش کار شد، بخش اول از پروسه را آی اسماعیل ایدری به عهده گرفت، خانهش آباد آمدن کار کردن، این را بخش دوم را ما با تیم ما آمدیم در نظر این را شروع کردیم که هنوز کار ما تمام نشده، ما خود را هنوز مسئول احساس نیم، اما به اینجا فرق نه، اینجا کی کار نه و کدام تیم کار نه، اینجا همه یک تیم، ما کل ما بچه های انگوری استیم، کل ما از انگوری استیم، کل ما در اینجا احساس مسئولیت منیم، همه عالم در این کمیسیون قرار ما کار کنیم. پارسال هم 16 نفر بودیم، امسال هم همون تیمه، به اضافه که ما یک 2-3 نفر دیگه هم اضافه شده در بخش و شما هم با اونان یک همکار که هم دین ما حضور شما را خیر مقدم که متشکر میم. اما بیایم سر اصل مطلب، موضوع بند، ریک های بند. ریک بند ما چند پلان سر از این موضوع داریم. اولا ما هم دیم یک محاسبه کردیم، دیم این طول 2-3 روز محاسبه کردیم که چقدر با ریک در اینج موجود است. از بال اگر ما حساب کنیم تا 200 متر 220 متر طول ازیه و امیر که ما حساب کنیم در حدود 70% ازی بند، خود بند بسیار شبش زیاده، ریک در اونجا خیلی نیسته. از بال صفر که حساب کنیم تا حدود 150 تا 200 متر زیره ریک در حدود 3 متر 4 متر ارتفاعه، که اون 3 متر 4 متر ارتفاع بسیار از پایین بسیار حجمش کمه، قول ارزش 6 متره 5 متره و این آمده کم کم وسط پیدا کرده عریض شده که در اونجا ما 15 متر میگیریم که از بالا آره. حتی 1 متر هم نیه. آره 1 متر هم نیه، اونجا بسیار این صفر اگر بگیریم مو بسیار کمه. آنچه تجمع ریگا فعلا اندمی 20% داخل بنده، این می تجمع که اینجا است، ایرم ما بخششی در نظر گرفتیم بیل اگر ما یا اسکواتور یا لوزور آل اردویش خوشبختانه به این منجیز ما راحت نیر برک در اون در پشت سر میدیم، این طرف هم در پشت سر میدازیم، هم بخش کار اونجا در آینده بدد مخواه و هم اینمی راحت دیگه نیاز به انتقال خیلی زیاد نداره. نهایت که ما به اینجا ببریم با چند طرح دیگر در نظر داریم. اولا ما یک هفته قبل از اینکه ریک برداری شروع شود یک اطلاعیه میدیم، اطلاعیه در مساجد، اطلاعیه در مردم، تمام مناطق، آره تمام مناطق، هر کس ریک شسته و عالی و بدون کدام خاک پاک در کار شه بین از اینجا اسکواتور از مو مو موتر 100 روپی را مور گفته که بخاطر کمک بند بدین امو را ببرن، هر کس ریک در کار شه با هر چندی که در کار شه میتونه ریک را ببره. این یک منفعت هم بخش بلوک زنای هم بخش زنای سرمایه بخش دو و هم برای کسایی که در خانه کار داره، ممکنه خیلی کسا در خانه کار داشته باشه و این ریک را باید ببره. موتروانه در موتر 200-200 روپی دیگر ریک را بار نکنه، بین از اینجا 100 روپی بار کنه ببره، این میتونه باشه بند یک منفعت خوب باشه. و اگر احیانا مدیدی می بند ریک اضاف میشه مازاد میه بر از اون مورید، قطعا در آینده انشالله پلان های بند هنوز است، هنوز خداوند توانایی بده، خداوند سلامتی بده، امنیت باشه مثل الان و وضعیت که خوب باشه، قطعا ما میتونیم بعدا ریگار ذخیره کنیم. ما اون قسمت بال را بسیار در فاصله نزدیک ما یک ریگ جای را به خاطر انبار ریگ اونجا در نظر گرفته، اینمی بسیار با هزینه کم انشالله را ریگ انتقال مونه و نمونجا در اونجا ما هر کس که ما مو اما هزینه پر کردن را هزینه انتقال ریگ را مو هر کس که ببره مو مزو میگری و اونمو را به جمع بودجه بند اضافه مونی. نگرانی وجود نداره دوستان گرامی، هر جایش ما ببینید، ما چند روز پیش من یه عکس دارم که از غزنی میدیا نشر شده، بند سلطان با او عظمتش آمد پر شد، خیلی جاها را الان شما ببینید نصف پاکستان هم زیر سیلاب رفته، یک برسه کشور یک برسه کشورش. خب این همه فاجعه که خلق شده، قطعا ما بازم جای شکرش باقیه، اولا که میال آو هم داده بند پور از آو مثلا زمینه فراهم شده، میال چشمه ها جاری شده و دویم مورد که بند مسالمه، بند هیچ گونه آسیبی ندیده. انشاءالله را ما از مخ جمع کردیم در مرحله دوم بعد از اینکه ریک بندا جور شد، ما این بند را تخلیه نیم، تا او زمان را فعلا امیال زیر بند چشمه های جریان پیدا کرده، امیال پارس ها جریان پیدا کرده، مردم امیال در را در خانه شروع در کشکار شروع مونه و این برکت ها باید کار کنه دوست به دوست هم بدیم انشاءالله را. بازم بخشش میگیم که در انگلی یک تیم واحد سر از این بنده از تمام قریه، از تمام آقلا و از تمام شورتها در اینجا، آره ما در اینجا سهم داره، دوستای هم نظر از مویه، همکار از مویه،
خب ظاهرا ما نمیتونیم مزاحم هر کس را هر روز اینجا بخوایی که تو بیاییم در کنار اسمان استاد شو که ما گزارش جور کنی. اونا مصروف زندگی هستن، مصروف کاربار هستن. ما بیشتر جلسات ما شوانه هم مهمیم شوان جلسه داشتیم و راجع به انزی برنامه ها تصمیم گرفته شده. انشالله را گزارش های بعدی مفصل تر و بهتر هر هفته آره هر هفته بیال که ما شاید دو روز بعد سه روز بعد گزارش بشه دیگه. در مرحله بعدی بازمون یک بخش دیگه انشالله رو صحبت خواهد کردیم. مورد دوستا بخش سوم پلانینگ کار بند. آقای قلیس بخش سوم برنامه ما یا بخش سوم پلانینگ کار بند شامل چی می باشه؟ امیر یک دفعه برای دوستا تشریح بدین. دوستای ما نازنین هم کارا فکر کنم کارا شروع کرده فکر کنم. آره خوشبختانه با تلاش و پشتکار آقای اسماعیل حیدری و رسفیدا یک کار دیگه نتیجه داد و اینا همو درخواستی هایی را که برای کمیته ناروی داده بودن، کمیته ناروی متحد شده که اینمی دیوارا را 1.5 متر ارتفاع سرش کار کنن. از امروز ٹھیکه‌دار از کارم ده در حال پاکاری ساحه کار است که انشالله اینی کارم شروع شده، دغدغه ها دیگه رفع است و ما تشکر مونیم از رشتفیده و از قریدار محترم اسماعیل حیدری که زحمت کشیدن در این مورد و این پروژه را گرفتن و حالا آمدن اینی کار رسما شروع شده. امی کار را یک مقدار تشریح بدین که چیز کار را دقیق امی کمیته ناروی اینجا میخوای چیز کار کنه. خب فعلا اولا اینمی یک سنگی که موقت در او زمان گذاشته شده بود بینش گلولای رفته و چوب و خرخاشاک دوستا اینمی پاکاری مونن و بعد از اینکه پاکاری شد کمیته ناروی 1.5 متر ارتفاع در بلیز سنگکاری مونن و اینمی دیوار دو طرف بنده اینا به ارتفاع 1.5 متر سنگش هم میچینن. بعدش بخیر کار زیاد که خلاص شد چنانچه کار مونده بود اما تیم ما سرش کار خواهد کرد و فعلا یک تیم که متشکل از رئیس سفیده و بزرگای ما هستند که همکاری کردن و این پروژه را گرفتن از کمیته ناروی. کمیته ناروی این بخش کارمونه، ما هم بخش جوانک هستیم، یک بخش را اونمو بخش ریگ بند و بخش تخلیه را به عهده گرفتیم که انشالله ما از این طرف مریم با امی اوستا لاله منظر خوش چیمی کار را چکه کده. آره لاله عذاب میشه بیا یک دفعه چکه دار از بند آقای غلامی که اونا آقای غلامی بیا یک دفعه که دوستا تور بینگرنه که سکنه چیز کار نیو براد. سلام. سلام علیکم. خوب انشالله. بخیر صحت خوب و خوش باشید. بیاین دباین از موی ساش لالین. خسته نباشید. خوبی؟ بخیر صحت خوب. در قدم اول برای دوستای خود مختصر معرفی کن. من حنیف غلامی هستم از قره. حنیف غلامی از قره. استاکار سنگ. استاکار سنگ. بله. اول نمیر بگی که چی احساس داره که کاری بند شروع شده بخیر دیوارا ارتفاع پیدا کنه انشالله ظرفیت کلان ایجاد میشه. خود چی احساس داری؟ از روز که اومد من بند ما هم روز تبال خوشحالیم. خیلی خوشحالم خدایی شد. اینال که کارش روش داده کارش روش داده که امیدوار شدم دیگه که هنوز بهتر شد دیگه. امی افتخارم که نصیب آدم هم باشه نه؟ امی افتخار از ایم که دیست از خود کار. آفرین آره که انشالله بخیر در قسمت استحکام و محکمی کار، انشالله بخیر در مقاومت کار، خوب قشنگی کار، سعی درستی و موثریت کار شما برای دوستا قول میدین. کار رسما شروع کرده؟ کار رسما شروع کردیم دیگه. امروز انشالله تمام وسایل چه مهرس مید مهرک کار آغاز شده. مازدی رو شروع کردیم دیگه. خو قرار است که انشالله بخیر کار شما پیش ببرین کار دیوارا. انشالله بله. برای دوستا قول میده که دیوارا که مثل قبلا محکم جور شده بود که سیلای بسیار وحشتناک میومد اد کار نمیشه. وش ضمانت میده که وش ضمانت میده. خدا تو خیر بده. چی گفتنی داری برای می دوستا؟ فقط خوش باشه، سلامت باشه، مر فراموش نکنه. خیر کنی. زنده باشه. سلامت باشه. آقای قلیس بازی بخش کدام چیز مانده؟ نه کدام چیز نمانده. مریم دوستا عزیز در بخش ازی که آقای قلیس از مسئولین پارک تفریحی و بند قشنگ گلی انگوری صحبت های خیلی ارزشمند برای ما و شما داره. او را در موجایی که دوستا از ما انفاق مالی انجام داده بود، حمایت مالی کرده بود، آقای اقلیس به یک ظرفیت خیلی کلان آبی را امرای تیمش جور کرده بود که اونمو بند را نجات داده و این میال پور از آو است که شما سهل کنید واقعا حیرت منین. امونج موریم میخواییم که گپای اقلیس را از امونج بیش نمیمید آما بیدیم. خب دوستان عزیز و برندهای محترم در این بخش سوم گزارش میخواییم که صحبت های آقای اقلیس و تمام تیم کاریشان که واقعا خیلی زحمت کشیدن برای بند این نمیز ظرفیت کلان آبیر که میبینین که پر از آب است همین نتیجه تلاش های شبانه روزی همکارای ما حمایت کننده ما بودن. آقای اقلیس به نمیال دیگه هر چیز که نمی دل داره دیگه انشالله او را خدمت دوستا تقدیم کن. خب من جا داره اول یک تشکری ویژه بکنم از کسایی که در سالهای گذشته با تمام مشکلات کرونا و لاکداونی که در کل جاها بود ما را تانیستن حمایت کنن و ما همچین عظمت را ما دوستا بیایم واقع بینانه یک چیز را مد نظر داشته باشیم.
ما فقط یک قسمت بند که تقریبا شاید 30% کل بندگولی که یوری امروز بریک پر کده او رو ما مد نظر نگریم. ما اصل سرمایه بندگولی را که اینی قسمته این میال ما اینجا بخشش میگیم که 12,000 موتر خاک از اینجا بالشده. ما هر موتر را 4 متر مکعب اگر حساب کنیم شما حساب کنیم که 40,000 متر مکعب 400,000 متر مکعب درست. آره این شما حساب کنیم که چقدر حجم این دمینجی آو ذخیره این میال فعلا این زمین اینا حدودا 6 متر تا او قسمت آخرش که باری 4 متر این میال در عرض 60 متر فعلا آو اینجا ذخیره است و این ذخیره که فعلا نال به درد مردم مخره. اما تلاش های همکارا بود، ما تشکر نم از تک تک همکارایی که در سال گذشته این زحمت کشیدن آمدن و تشکری ویژه دارم از تمام شما خیرینی که این ظرفیت را به وجود آوردیم. اینجا اصل سرمایه بند در این طرفه، این طرف او اصلا ضایع نموشه، این طرف اصلا مشکل نداره. ما نهایت تلاش مونیم که بازم این قسمت وسعت پیدا کنه که احتمال خطرات در این قسمت هست، ولی اصل سرمایه بند این طرف هست که این طرف وقتی که او مایه ساد میشه روی چاها، روی کارزا او زیرزمینی کلا از این قسمت تقویت میشه. این از این قسمت اینجا خو یک راه ورودی است، یک راه خروجی است، ببخشید یک راه خروجی آب که از اینجا عبور مونه. اصل سرمایه بند اینجا است، این طرف است که شما میبینید که فعلا چقدر او این حال زمین جا که ما ایستاد سم تا آخر را 350 متر طول کاسه، طول این زمین کاسه 350 متر. شما این را بیس اینجن که 350 ضربی در متوسط 6 و 4 بگیریم 5 متر ضرب در 60 متر چقدر او اینجا ذخیره شده و فعلا اینجا وجود داره. امیال که ما از تو این اینجا می که ایستاد چدیم این امیال تای پای از ما از تو جب جب نه این اینجا هم امیال ها وجود داره. قطعا روند تخلیه هم بسیار ساده، اما اگر دروازه را بخواییم باز کنیم بسیار راحت مره. اما ما فعلا دروازه را باز ننیم از این خاطر که نمی او اینجا که است یه ذخیره بوم نه تخلیه هم که صورت گرفت از او بال صورت میگره کم کم دیگه ای او نباید دوباره این دفعه ضربه بخوره. که انشالله بخیر همی دو هفته سی هفته بعد که آب هم سطحش پایین باید ما شما نزدیک به خزان میشه، مردم در او زمان نیاز کمتر به آب پیدا مونه، کشت و زراعت کمتر به آب نیاز خواد داشته انشالله، و تا او زمان انشالله بخیر ریگ بندام ساخته میشه. کاریز شما در بخش اول گزارش بخش اول پوینت دوم ما دیدین که کارزا چقدر بلبل مگد بخی میتونه مادن در حد چند اینج او بخی دیگه. انشالله بخیر وقتی که او طرف نیازهای او از ما شما ذخیره شد انشالله کار ریک برداریم پیش رفت، انشالله این طرف را کارش شروع مینیم اگر در بر حسب نیاز البته های اقلی صاحب نه که امو جایی که برای ریک کش است او باز میشه و اینمی امی سطح بسیار کلان از ریک که در اینجا ذخیره شده مقدار زیاد از ریک اینمی بخیر از اینجا بیرون میشه، از اینجا بیرون میشه میتونه از اینجا تکلیف. اینال در قسمت حمایت ها بگین آقای عقلی صاحب از مردم عزیز ما جوانای با همت ما. یک روز یک جوان کمین دیده بود از دوستای انگوری بود فکر کنم در برنامه از ما گفته جوانای انگوری عزیزایی که در از جاغوری هستن فقط نصف روز را که شما اشار کنین در خارج نصف روز را شما حداقل هزینه ساخت یک بند گلی دیگر به اینجا بر دوستا تامین مونه 100%. نگم شما دوستا فقط خیر ان شاء الله ما خواست مینیم است که یک روز را نصف روز را شما اشار کن خیر ده ما یک دو دفعه پارک نرین یک دفعه برن پیسه از امور برین که اینم اینجا می کارا صورت بگیره جمع شنه به خیر دیوارا ان شاء الله بال بره ظرفیت کلان شنه که مو شما اینج دیگه یک ظرفیت کلان آبی رو بر ناوی گریش مو شما با بخش انگوری داشته باشیم. و خبر خوش را که ما دمی چند روز پیش دیدم و شنیدم در فضای مجازی ای بود که خانم های بخش از استرالیا و نیوزلند نظری محرم خود یا نمون نظری چهارشنبه سوری خود را که جمع کرده $30,000 به بند سنگجوی کمک شده. خب اینا شما سعی کنید که چقدر با واقعت امو سخاوت شما امو حمایت های شما چی میتونه چرخه اقتصاد را عزیز از این کار که انجاجات میشه چقدر مردم نان مخره و چقدر صاحب عاید و درآمد میشه اینا هم جزء مزیت های زیه و یک در آینده میتونه امیال خوشبختانه هنوز انگوری خیلی مشکلات آبی ندارن نیوت رقمی که ما امیال در سنگ ماشه میبینیم و خیلی جاهای دیگه یک مشکلات آبی هست چاهای انگوری کریس های انگوری هنوز خیلی امون مشکلات نداره و تازه پراو شده و برکت از این بندی بر لطف بسیار زیاده برکتش بسیار زیاده انشالله که دوستان ما بازم مگیم که مور حمایت کن داریم مورید مو فقط با حمایت شما شاهرک ما زنده و ما میتونیم نفس بکشیم اینمی بند را انشالله را به جریان بندازیم
و تمام ضعفایش مو یک آسیب شناسی بسیار جدی دیدیم. انشالله را آسیب ها در نظر گرفته میشه و کوشش به نهایت را مونیم که تمام آسیب ها از اینجا برداشته شد و آسیب ها از بین بر. دیگه انشالله نقاط ضعف را مو به نقاط قوت تبدیل کنیم. آره. که در آینده انشالله مو بتونیم که از آسیب های آنی جلوگیری کنیم. آیا قلی صاحب در مورد تیم کاری بگی؟ در مورد مثلا از اینکه خیلی از دوستا انشالله میخواین که بفهمن که دی تیم باز مثل سابق تیم کاری شما پابرجا یا نماینده کلا انشالله هستن، جوان امرش همکار هستن، حتی یک عزیز ما که خواجر از اینجا اونج بل برای آبادی زیبان همکار از ما شما خاط بدن، دی قسمت ها یک مقدار برای دوستات شما تشریح کن که تیم کاری خر معرفی کن، حداقل چه وقت ها بخیر رسما کار دیوار شروع میشه، کار برداری چه وقت شروع میشه، نمی موضوع یک مقدار بگین. تیم کاری ما همون تیم سابقه است، اما در دو جلسه سه جلسه یک از روزی که ما هم دو جلسه سه جلسه گرفتیم. تیم کاری ما همون تیم است، فقط یک دو سه نفر از عزیزایی که مسافر شده و در سفر است ما به جایش دوباره نفر را درخواست دادیم و صحبت کردیم که انشالله هم اضافه میشه. ما اونمو در کل 16 نفر عضو تیم ما یا در 4 کمیته که قبلا بودن، ما همگام با هیچ کس ما در تقابل نیستیم، همه چشم ماین، همه عزیز ماین، ما بخش نظامی مردم کار می‌کنیم. خوشبختانه هیچ گونه سوی تفاهم مشکلات در بین نظامی مردم نیه و منطقه وجود نداره. تا حالا هم اگر کار یک مقدار تال خورده یعنی بوده که من فعلا خودم نبودم. در مدت چند وقت او را توضیح دادم خدمت شما. درست. آره دیگه کار نمیال جریان داره، ما هم در خدمت دوستا هستیم. 16 نفر در قالب 4 تیم بسیار اون مترقم مفصل و اون مترقم شفاف گزارش های ما دوستانی که کمک منن نمایشان ذکر میشه، مبلغش ذکر میشه و مصرف اون مترقم به صورت هفتوار و به صورت ماهوار کلا یک گزارش از طریق آنلاین در خدمت دوستا با هماهنگی و تایید اعضای کمیته ما خدمت دوستان امور نشاط کردیم. کمیته شاید بعضی دوستان جدیدن امروز از ما یک جای اشته باشه، آقای خلیصه هم کمیته را یک دفعه بازم بگین. خب کمیته فعلا باشه، اعضای کمیته هم بودن ولی فعلا ما از اعضای کمیته رو معرفیش میلیم بخش جلسه بعدی که کل اعضا حضور داشته باشه یکی یکی معرفی میلیم انشالله بخیر. خب دوستان عزیز و بنده محترم تمدن جاغوری بود برنامه امروز ما از خبر واقعا حیرت انگیز و خوشحال کننده در مورد بند زیبای گلی و پارک تاریخی جرم یا شهر تاریخی جرم. این بود برنامه امروز ما، امیدوار هستم که عزیزای ما دوباره یک بار دیگر کمر همت را بسته کنن بخیره، دست مردم خود بگیرن، مادرای عزیز ما، پدرای عزیز ما، برادرها و تمام ارجمندای عزیز ما یک بار دیگر از گفتی آقای عقیلی صاحب که عزم خود جمع کن کلگی از ما و شما بین دست به دست هم بدیم به خاطر اتفاق، به خاطر اتحاد، همدلی، سازندگی. ما شما دوباره یک بار دیگر جهاد سازندگی در جاغوری رونق بدیم انشاءالله بخیر، در انگوری، در پارک تفریحی جرم و همچنان پارک بند زیبای گلی انگوری انشاءالله ما شما شاهد تکمیل همین پروسه بسیار قشنگ باشیم و امیدوار هستم که عزیزای ما دوباره دست تمام تک تک از همکارا رو بگیریم بخیر و انشالله کار بسیار پرسرعت پیش ببریم و به زودترین فرصت تکمیل کنیم که انشالله بخیر در برابر سیلاب های آینده که ریاست هواشناسی افغانستان ایره پیش بینی کرده در سال های آینده، در ماه های آینده امکان داره بارندگی شدیدتر ما خواهد داشتیم یا نداشته باشیم، انشالله که امکار از ما شما تمام شده و ما شما دلجم باشیم. دوستان عزیزی بود برنامه امروز ما، امیدوار هستم که برنامه امروز ما شما مؤثریت خیلی عالی را برای شما دوستان داشته باشه و یک خواهش ما از تمام دوستان نازنینا کسایی که همیشه در کامنت ها من یک مقدار واکنش ها یا حداقل انتقاد های جنبه بیشتر منفی و تخریب رو دارن، یعنی میسته که شما یک دفعه خود خرزیابی کن که حداقل ما که نمیتونیم برای آبادی جامعه کار کنیم حداقل دیگر را تشویق کنیم، حداقل روحی دیگر را تخریب نکن، حداقل یک کار کنین که دیگر را روحیه بگیره، انگیزه بگیره، تشویق کن، برنامه را شیر کن، دوستار تشویق کن انشالله. نگه ما و شما فقط و فقط تمام تمرکز ما بر آبادی باشه، بر اتحاد و همدلی باشه و حمایت از یک دیگه باشه، ما و شما مثل شارک گردن یک دیگه خود باشه، مثل بازوی یک دیگه خود باشه، باید در کنار هم باید ساچنیم تا جامعه از ما و شما ساخته شنه، با تخریب، با انتقادات، با واکنش های منفی، با تخریب پای یک دیگه هیچ چیز جور نمیشد. دوست عزیز امیدوار هستم که همگی ما و شما تمرکز ما و شما روی سازندگی باشه انشالله
و شاید زیبایی ها در منطقه. امیدوار هستم که برنامه امروز ما و شما برای شما خیلی عالی بوده باشه. ای بود برنامه ما، تا برنامه بعد بدرود. من جا داره یک چیز را از سوال شما من دای کرمی امیر بگنجانین و او این موضوع هایی که شما سوال کردین کار از کش رو میشه فعلا چی کارایی؟ ما فعلا در حال نرخگیری ماشینری هستیم، در او کمیته تدارکات در حال نرخگیری است. ما امیم روز هم چندین اسکواتور آماده صحنه را دیده، ما نرخگیری هستیم. انشالله تا روز چهارشنبه نرخگیری ما فاینال میشه. ما با یک نفر قرارداد خواد کردیم و به یاری خداوند در روز شنبه هفته آینده کار رسما شروع خواهد شد. تشکر. بخیر باشی. سلام. خوب باشی.